درود بر شما. ما میخواییم بپردازیم به یکی از هنرمندان بسیار بسیار محبوب و معروف که میدونم همه شما اونو دوستش دارید و عاشقش هستید، چون در روز تشییع جنازش مشخص شد که چقدر مردم ایران این هنرمند رو، این هنرپیشه و کارگردان قدیمی رو دوست دارن. اون کسی نیست جز محمد علی فردی. امروز درباره محمد علی فردی صحبت میکنیم. وی زاده 15 بهمن 1309 در تهران، هنرپیشه، سینما و کشتیگیر ایرانی بود. محمد علی فردین با دعوت اسماعیل کوشان و نقش آفرینی وی در فیلم چشمه آب حیات وارد دنیای بازیگری شد و اولین حضور حرفه‌ای خودش رو در سینما آغاز کرد. از دیگر فعالیت‌های فردین قبل از عرصه سینما میتوان به ورزش کشتی اشاره کرد. او قهرمان کشتی جهان در سال 1954 به مدال نقره دست یافت. وی در بعد از انقلاب همچون بسیاری دیگر از هنرمندان در دوران بعد از انقلاب فعالیت هنری نداشت و تقریبا خانه نشین شد. فردین از محبوبیت ویژه‌ای از بین دیگر هنرمندان ایرانی در میان توده کثیر مردم ایران برخوردار بود. وی با طبع جوانمردی و خصلت مردانگی که در نقش‌های سینمایی و زندگی شخصیش رو به تصویر کشید، شخصیت او رو در قلب‌های مردم ایران پایدار کرد و به او لقب سلطان قلب‌ها رو دادند. زندگی نامه محمد علی فردین، فرزند علی، متولد 15 بهمن 1309 در تهران و از خانواده هنردوست در محلی بین خیابان شهباز سابق و خیابان ری به اسم ادیب الممالک کوچی صحت به دنیا آمد. پدرش علی گل فردین کارمند اداره تسلیحات و از بازیگران تئاتر در کنار تقیه ظهوری کارهای مولیر را اجرا می‌کرد. محمد علی فردین در خانواده پدریش دو برادر به نامهای عباس، ایرج و یک خواهر داشت. او فرزند ارشد خانواده محسوب شد. دوران ابتدایی رو در دبستان ترقی در خیابان شهباز و دوره متوسطه رو در دبیرستان آذر در خیابان شاه آباد گذراند و موفق به اخذ دیپلم گردید. در سن 18 سالگی راهی سربازی شد و دو سال در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی خدمت کرد. ازدواج فردین در سن 19 سالگی با دوشیزه مهری خمارو ازدواج کرد. همسرش از آشنایی و ازدواج با فردین گفت فردین دوست برادرم بود، با هم ورزش می‌کردند و موجب آشنایی مختصر من و فردین شد. پیشنهاد ازدواج از طریق برادرم مطرح شد. او بسیار سربزیر و محجوب بود. او با 19 سال سن و من هم 17 سال در همان سال ازدواج کردیم. فردین تا پایان عمر به همسرش وفادار ماند و حاصل این ازدواج 4 فرزند به نامهای سعید، سیاوش، عاطفه و آمنه بود. دوران ورزشی فردین در سن 16 سالگی علارغم مخالفت‌های پدر به شکل حرفه‌ای به ورزش‌های چون فوتبال، ژیمناستیک، شنا و هالتر پرداخت و با تغییر پی در پی رشته‌های ورزشی سرانجام از دنیای کشتی سر در آورد. او به باشگاه نیرو رفت و به فراگیری فن کشتی پرداخت. مربی در مورد فردین میگه بسیار باهوش بود، فنون کشتی رو به راحتی یاد میگرفت و راحتر از آن اجرا میکرد. بیش از آن که از زور بازو و قدرت استفاده کنه، از هوش و ذکاوت خود بهره میبرد. بعدها فردین به باشگاه تهران رفت و در اینجا بود که با غلامرضا تختی آشنا شد. او در این باشگاه زیر نظر حبیب الله بلور به صورت حرفه‌ای کشتی را دنبال کرد، ولی اولین بار در مسابقات قهرمانی کشور در رشته آزاد در سال 1332 در اصفهان و در وزن ششم مدال برنز گرفت و در سال 1333 در انتخابی تیم ملی در وزن 73 کیلو برگزیده شد و راهی تیم ملی گرد و در دومین دوره مسابقات جهانی در سال 1954 میلادی در توکیو به همراه محمود ملا قاسمی، محمد مهدی یعقوبی، ناصر گیوچی، توفیق جهانبخش، عباس زندی، غلامرضا تختی
و احمد وفادار اعضای تیم ملی رو تشکیل دادند و در نهایت در این مسابقات تیم ایران با 2 مدال طلا در وزنهای 67 و 79 کیلوگرم توسط مرحوم توفیق جهانبخش و عباس زندی به دست آمد. اما در وزن 74 کیلو محمد علی فردین با شکست حریفانی از فیلیپین، سوئد، آرژانتین و ژاپن فینالیست شد، ولی در مبارزه پایانی مغلوب حریف گرجی از شوروی سابق شد و با مدال نقره به کار خود پایان داد. همچنین در سال 1336 در قهرمانی کشور در تهران در یک وزن پایین‌تر در وزن پنجم با شکست همه مدعیان از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. فردین برای اینکه ثابت کند در رشته‌های فرنگی نیز تبحر دارد در مسابقات قهرمانی کشور در سال 1337 در تهران در وزن ششم بعد از اینکه همه حریفان خودش را با شکست روبرو کرد در مبارزه نهایی نیز در فینالی تکراری از صد محمد بهادری گذشت و با کسب عنوان قهرمانی در صدر وزن ششم قرار گرفت. وی به دلیل آسیب دیدگی و پاره‌ای نامهربانی ها مجبور شد از دنیای کشتی خداحافظی کنه. محمد علی فردین از معدود قهرمانانی است که هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی عنوان قهرمانی ایران رو نصیب خود کرد. ورود به عرصه سینما. ورود فردین به عرصه سینما اتفاقی بود. زمستان 1338 او 28 سال داشت. زمانی که برای دیدن فیلمی وسترن به سینما رفته بود، به گفته خودش بلیط به او نرسید و گیشه بلیط فروشی تعطیل شد و او پشت در سینما ماند. در این حین دکتر اسماعیل کوشان که با چهره فردین در عرصه کشتی آشنا بود و وی رو داخل سینما دعوت کرد. دکتر کوشان به او پیشنهاد بازی در فیلم چشمه آب حیات که سیامک یاسمی آن را به کارگردانی میکرد رو داد و فردین پذیرفت و بدین ترتیب فردین به عنوان یکی از هنرپیشه‌های اصلی فیلم اولین نقش حرفه‌ای خودش رو در سینما بازی کرد. ایرن بازیگر زن مقابل فردین در فیلم چشمه آب حیات چنین میگوید: یک پلان رو بارها و بارها تکرار کردم، چون فردین به دلیل کمرویی و خجالت نمیتونست اون رو بازی کنه. از همان آغاز چنگیز جلیلوند به جای او حرف میزد و اکثر آوازهاش رو ایرج میخواد. پرچم سفید مثل یاسه، چشان مثال الماسه، پرچم سفید مثل یاسه، چشان مثال الماسه. درست آی منم خانه به دوش آقای بزاز باشی، بار دارم چیت دارم اطلس و ساری دارم، از همه جور هرچی بخوای گاری به گاری دارم، پارچه دارم بحر تن یار دارم، مخمل زیبا دارم، جنسای اعلا دارم. با فیلم آقای قرن بیستم به شهرت رسید و در میان سالهای 41 تا 47 در اوج دوران کاری خود قرار گرفت. بازی در فیلم گنج قارون در سال 1344 با بازی این فیلم ساخته سیامک یاسمی شهرت خود را صد چندان کرد. دستاندرکاران فیلم گنج قارون گمان می‌کردند که شانسی برای اکران ندارد. به همین دلیل سیامک یاسمی تمامی بلیط‌های هفته نخست نمایش فیلم گنج قارون رو خرید. گنج قارون بر پرده آمد و در همان هفته اول فروشش اصلا مناسب نبود. ظاهرا در روزهای اول آنقدر فروشش پایین بود که سینمادار روز چهارم اکران میخواست اون رو از پرده برداره. سیامک یاسمی با سینماداران صحبت کرد و رضایتشون رو برای ادامه اکران فیلم در هفته دوم جلب کرد. شرط سینماداران این بود اگر فروش فیلم تا پنجشنبه بهتر شد اون رو بر پرده نگه دارن.
با افتتاحیه ضعیفی که گنج قارون داشت، حتی خود سیامک یاسمی تصور نمی کرد وضعیت ناگهان 180 درجه تغییر کند. ولی نتیجه وارونه شد. با استقبال حیرت انگیز مردم، از روز پنج شنبه فروش فیلم کمی بهتر شد. جمعه فروش بالاتر رفت، به طوری که صاحبان فیلم ترغیب شدند نمایش فیلم رو ادامه دهند. در هفته دوم فروش فیلم دو برابر شد که کم کم نام گنج قارون بر زبانها افتاد و ناگهان صفهای طولانی گرداگرد سینماهای نمایش دهنده فیلم به وجود آمد. گنج قارون در سینماهای جنوب شهر با بلیت ارزان اکران شده بود، ولی تقریبا کل افراد جنوب شهر تهران و شهرستانها بارها و بارها به دیدن فیلم رفتند و گنج قارون به فروشی افسانه‌ای دست یافت. این فیلم در سال 44 حدود 5,300,000 تومان فروش داشت و قریب 2,000,000 نفر از فیلم بازدید کردند. فیلم گنج قارون یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران شد و به گفته بسیاری از هنرمندان بازار ورشکسته نمایش فیلم ایرانی رونق گرفت. فیلم گنج قارون در حقیقت ناجی سینمایی بود که به علت عدم تماشاچی مناسب در ورطه نابودی بود. پس از گنج قارون تعداد تماشاچی سینما برای هر فیلم به تعداد چشمگیری افزایش یافت و در حقیقت شخصیت فردین موجب آشتی مردم با سینمای ایران شد. والا در این حالتی که همه داریم اصلا شوق و ذوق صحبت کردن نیست، ولی مثل اینکه هممون فقط تنها منتظر مرگ هستیم. چی میخوای؟ ساری واره کشمیر پارچه میخوا. خوش آمدی که خوش آمد مرا عوض آمدنت. هزار جان گرامی فدای هر قدمت. اما یاد این هنرمند بزرگ محمد علی فردین گرامی باد. خب دوستان عزیز، در اینجا با شما خداحافظی میکنم و تا برنامه دیگر با هنرمندی دیگر به شما بدرود میگم.